یکی از عجیبترین آیاتی که در تمام کتاب مقدس وجود داره به نظر من در ارمیا 3:19 پیدا میشه، موقعی که خدا به قوم خود سر خود میگه میخواستم تو را به فرزندی خود بپذیرم و سرزمینی سرسبز زیباترین کشور جهان را به تو بدم. من میخواستم تو مرا پدر خود بخوانی و دیگر هیچگاه از من دور نشوی. در اینجا شما خدا رو میبینید، عالی ترین وجود کائنات، خالق همه چیزها، که در آرزوی رابطه پدر و فرزندی با قوم خود هستش و میخواد به اونا بگه فرزندان و اونها به او بگن پدر. او همه چیز داره به جز محبت فرزنداش. چه فاجعه ای! به نظر من خیلی عالیه که خدا میخواد او رو پدر خطاب کنیم. بخشی از شکوه و عظمت دعای ربانی اینه که با این عبارت آغاز میشه: ای پدر ما. برای بسیاری از افراد فکر کردن به اینکه خدا پدره مشکل به نظر میرسه، شاید به خاطر اینکه پدران سختگیر یا بی‌محبتی داشتن یا پدراشون رو از دست دادن. به هر دلیلی این افراد نمیفهمند محبت پدرگونه خدا رو و اینکه خدا میتونه اونها رو محافظت کرده و موقعی که نیاز دارن اونجا باشه. هانا وایتل سمیت، نویسنده مسیحی، در مورد محبت پدرگونه خدا اینطوری میگه: لطیفترین عشقی که تا به حال در مورد اون شنیدید، عمیق‌ترین محبتی که تا کنون احساس کردید و قوی ترین احساسی رو که تا به حال کسی به شما نشون داده کنار هم بگذارید و همه عشق و محبتی رو که در قلب همه انسان ها در تمام جهان وجود داره به اون اضافه کنید، بعد اونو ضرب کنید در بی نهایت و به این ترتیب نیم نگاهی کم نور از عشق و فیض خدا خواهید داشت. روشن است که خدا مایل با ما رابطه داشته باشه. قلب پدرگونه او مشتاقه که ما به او نزدیک باشیم. خانم اسمیت همچنین میگه این که او به ما نیاز داره، این که او مشتاق ماست، به نظر میرسه که قابل درک نباشه. با این وجود او اینو میگه و ما چه میتونیم بکنیم مگر اینکه باورش کنیم. امروز دقایقی رو صرف کنید تا خدا رو برای اینکه پدر آسمانی ماست شکر کنید. اون منتظر اسم اونو بخونید.